y allí podéis probar el dinero. Tierra desde las 7 y las 8. Para que lo tengáis en cuenta. Sí, الان چه حالی میگه بچه بی تربیت واسه تا اینا بدوه. این بچه داره چیز میشه، نگاه کن داره تو وسوسه میشه، ولی هنوز تربیتش اجازه نداده. یه لغت بزن، لغت که نه، ولی خب یه کاری کن، یه کمی بپرم. Thank you. Ah, اینطور. دمت گرم. اینو می‌خواستم. حالا شما مردم توریستا رو میتونیم با افکت کبوتر و حباب ببینیم. آها، این صحنه و صحنه‌ای که خیلی سخت شکار کردن. سخت نیست، ولی خب دیگه وقتی آمستردام باشی میشه شکارش کرد. یه مغازه پنیرم فعلا علی حساب براتون بگیرم. اینا هم مغازه‌های پنیره، یعنی همش پنیره، حتی دکورش. بعد وقتی میرین داخلش دیگه تمام این خانم can I filming? Hello? Yeah. Yes? Sorry? Can I filming? Yes. Okay, thank you. تمام پنیرها هر مزه‌ای که میخوایم مال خود آمستردام هلند که یکی از مرکزهای پنیر اروپاست. بعد خود زنه چقدر لباسش باحاله. بعد اینجا گذاشته میتونین تست کنین، یعنی هر پنیری خودش مزه‌اش هستش. بذار من مثلا این سبزه رو تست کنم. سلامتی که با اون خیلی دندون ارتباط برنده داشتم میدونم. بزن رو خست دیگه نکن. پنیر سبز مثلا، بزن خیلی دندون بردارم پنیر سبز رو براتون بگم چه مزه است. من تا حالا خودم هم نخوردم. مزه پنیر میده، یه مزه، یه کمی انگار سبزیجات توشه، خیلی خوشمزه است، ولی من بدم نیومد. اون برم نمیده همه چی راجب پنیر. خیلی مغازه بزرگتر از این هم هستن. من گفتم علی حساب اینو بگیرم چون خانم لباس قشنگی پوشیدن. لباس خانم رو نگاه کنید، خیلی باحاله. لباس هم محلی خودشونه. این هم کچولوشه. نه نه چیزایی. Thank you. Bye. میخواییم بریم موزه، موزه رکورد های گینس. بعد اولا قوطی نوشابه شروع میکنیم. اول از قوطی نوشابه. خب الان شما چیزی رو دارین میبینین که آدم های معمولی الان نمیبینن، فقط توی تلویزیون، یعنی توی گوشی یا دوربین معلومه. مایکل جکسونه دیگه، بکنم مایکل جکسونه. با قوطی نوشابه مایکل جکسون درست کردن. شما الان قوطی نوشابه رو بدبختی نمیبینین، فقط مایکل جکسون رو میبینین. بذار ببینم از یه حالتی گند بزنم تو تصویر. آره الان فکر کنم قوطی نوشابه. یه بازیکن فوتبال بوده که 3 تا پا داشته. نکنید الان من یه کلشه، یه بدنشه، اونم 3 تا پاشه.
این آدم سه تا پا داشته، بعد اینجا اومدن توضیح داده واسش که چی بوده. حالا من میگیرم، هر کی خواست پاوز کنه نگاه کنه اون توضیحات تو پشت پا. پاشه نه کنید اوناش دیگه، هرکی خواست باید نگاه کنید. اون یه لنگ اضافه شه، اینم یه لنگشه، اینم یه لنگشه. والا خوبه، اینم قیافه واقعیش بودم. خب این چیه؟ آه اینو بهتون نشون بدم که اونو بفهمید. این مرده در حالت نشسته، در حالت نشسته 2:20 وقتی میشسته، حالا نگاه کنم در مقابل این پاپ پسر بچه، وقتی میستاد 2:70 میشد. این رکورد قد بلندترین آدم کره زمینه. الان داره فکر میکنه، کلش تکون داد، اندازش رو کنارش رو میبینید 2:70. این بچه رو مقایسه کنیم باش. بعد الان یه مرده رد شد، الان یه زنه کنارش رد شد. شما اندازه ها رو فقط مقایسه کنید. خب بشین دیگه با این صورت در داره. خب میشستین، بشین، sit down. لچ کرده، به جان خودم لچ کرده. نه نمیشینی؟ خب ولش کن دیگه، نشستن شد دیدین دیگه. اینجا هم باز چیزهای مختلفه، رکوردهای مختلفه، ولی از اینجا به بعدش میشد رفت. حالا نمیدونم چیه. هلو، این چه خوشگله. نه موزش در مورد این، حالا بعدا یه بار میریم، حالا من وقت ندارم. کوچکترین ها، بزرگترین ها، نمیدونم چی، درازترین ها. حالا درازترین ها که سبزترین ها، هرچی ترین ها. حالا بعدا میریم. این مرده نشست؟ بالاخره نشست. اینا این هم نشستش. هی میگفتین درازش چقدر، نشستش چقدر. اینا Thank you. این هم یه محله باحالشه که پر از بار و این چیزاست. بعد خانم هنرمند هم نقاشیش رو گذاشته اینجا. خوشگلن. فقط بوی ماریجوانا اینقدر زیاده که آدم یه ملنگی میگیره. نمای پشت زمینه، نگاه خیابونی که اونجا چیزه، همون ساختمون قدیمی که پشتش گلا بودن که هم نرفتیم برای گلا. ببینین رنگ قطاراشو خیلی خوشم اومد، رنگای شاد استفاده کردن. تو این کوچه هم که انسانهای رنگین کمانی انگار هستند، تابلوشون معلومه. بعد این ورش هم خیلی قشنگه. الان هم که من کابشن تنمه پزیدم، یعنی پخیدم. بعد فقط دوست دارم اینجا وایسم کابشن همون در بیارم. ولی شما زیبایی اینجا، لیزبایی اینجا لذت ببرین. این هم که اینجایی که معمولا من میشینم. اینجا دیگه جای نشستن زیاد، همیشه با آدم میرسه. اون گلای خوشگل
در ملای عام مردم اونجا رد میشن به قید اینا، بعد مغازه هم جوری وسط خیابونه. از حالا داریم میریم برای گلا. اینجا هر گلی از بذرش، پیازش و هر چیزی، هر شکلی میتونی نزدیک به دوچرخه منو بزنی، میتونی اینجا بخری. اینا خیلی معروفن، اینا یکی از سمبول هم استادامن. اوه این گلای گنده، گلای دیگه ما قبل تاریخ انگار. از این مغازه میتونین چیز کانابیس هم بخرید، همون ماری خودم. این نجاتاشه، این سیگارشه که میتونین بخرید. بعد اینجا تو جدول هستش که چند روزه در میان چجوریه قیمتاشون، بعد هر کنون چقدر THC داره، چقدر CBD داره. من فقط دوست داشتم این مغازه عکس فیلم بگیرم، یعنی اصلا تا زمانی که بهم تذکر نده اسکنش میکنم. اگه کسی میدونه تو کامنت ها بنویسه چیه داستان اینا. تو اون ته اونورم یه برکه خوشگله. باحاله.